دوستان و یاران مهربان من و شنوندگان گرامی، چنان که در 38 برنامه در هفته قبل براتون تعریف کردم، جناب دکتر مصدق هنوز بر سر کار است و تمام اقدامات لازم رو برای حفظ خودش و کابینه‌اش به عمل آورده و شاه و ملکه ثریا هم ایران رو ترک کردند و در روم به سر می‌برند. اینک 39 برنامه از قصه پرقصه دوران طلایی رو براتون تعریف میکنم. اردشیر زاهدی که متاسفانه این روزها باید بگیم مرحوم اردشیر زاهدی، فرزند پر جنب و جوش سلشکر، موفق شده بود در عکاسخانه یکی از دوستانش چند عکس از فرمان انتصاب پدرش به ریاست دولت آماده کند و آنها را در بازار و بین روزنامه‌ها توزیع کرده بود و سپس در یکی از تپه‌های شمال تهران با چند روزنامه‌نویس خارجی هم ملاقاتی ترتیب داد. تصاویر فرمان رو در اختیارشان گذاشت و با آنان گفت که پدرش به زودی زمام امور کشور را به دست خواهد گرفت. اما پیرامونیان مصدق رسما از عزل او سخن نمی گفتند، اما عملا بر دو دسته شده بودند. یک دسته به دور حسین فاطمی، دکتر علی شایگان، مهندس احمد رضوی نایب رئیس مجلس جمع شده بودند و از تشکیل یک جبهه واحد با حزب توده و تغییر رژیم و اعلام جمهوری هواداری می کردند. دسته دیگری با این فکر شدیداً مخالف بودند. از کمونیست‌ها بیم داشتند. آیت الله کاشانی که بسیاری از طرف اطرافیانش به عقاید اخوان المسلمین مصر نزدیک بودند، از کسانی را به نزد مصدق فرستاد و نامه‌ای پر از سرزنش برای او ارسال داشت و در آن نامه یادآوری کرده بود اشتباهاتی را که مصدق در طول اون چند روزه مرتکب شده بود. حتی وی را متهم می کرد که مخفیانه با سلشکر زاهدی توافق کرده که قدرت را به وی انتقال بدهد. کاشانی و مصدق در آغاز نهضت ملی با یکدیگر همراه و همداستان بودند. سپس به مخالفت با یکدیگر پرداختند. آیت الله سپس مدتی از سلشکر زاهدی پشتیبانی کرد. سرانجام از او هم روی برگردان. حالا استراب و نگرانی بر پایتخت ایران حکم فرما بود. جبهه ملی و توده‌ها هر یک جداگانه تظاهراتی علیه شاه و رژیم سلطنت و هواداری از مصدق ترتیب دادند. تظاهرات جبهه ملی مستقیما از رادیوی تهران پخش می‌شد. به گفته بانیان آن نزدیک به 40,000 تن در آن شرکت کردند. حسین فاطمی وزیر امور خارجه مصدق
در این اجتماع سخن راند. گفته‌هایش خشن مملو و از اهانت به شاه و خانواده‌اش بود. دکتر علی شایگان سخنران دیگر این اجتماع بود. او هم تندروی‌های بسیار کرد و هر دو خواستار اعلام جمهوریت شدند. تظاهرات روز 18 اوت یعنی روز 26 مرداد به وسیله توده‌ای‌ها ترتیب یافته بود. شمار شرکت کنندگان گویا نزدیک به 100,000 تن بود. نمایش قدرت و انضباط حزب توده. توده‌ای‌ها تشکیل یک جبهه واحد از نیروهای دموکراتیک و ضد امپریالیسم، توزیع اسلحه به مردم، استقرار واحدهای مردمی برای برقراری امنیت را طلب می کردند. یعنی که انقلاب سرخ کمونیستی واقعی را. اگه یادتون باشه همین بازی ها رو روزهای اول چپ های طرفدار جمهوری اسلامی هم راه انداخته بودند و شهر رو به اصطلاح زیر نظر کمیته های خودشون در اختیار گرفته بودند. بله. به دستور دولت و شخص فاطمی تصویر رسمی و قانونی شاه از دفاتر وزارتخانه ها و ادارات دولتی برداشته و جمع آوری شد. گروهک های در شهر به گردش در آمدن، مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه را فرود آوردن و بعضن شکستن و مصدق بعداً در محاکمه خود مسئولیت این کار را به گردن گرفت. خیابان‌هایی که به نام شاه یا پدرش یا اعضای دیگر خانواده سلطنتی موسوم شده بود تغییر نام یافتند. سرتیپ دیاهی به ارتش دستور داد که نام شاه را دیگر در مراسم سلام صبحگاهی و شامگاهی ذکر نکنند. بر فراز بعضی از ساختمان‌های دولتی پرچم سرخ جایگزین پرچم سرنگ ملی ایران شد. گروه‌هایی به دنبال طرفداران واقعی یا غیر واقعی شاه و سرلشکر زاهدی افتادند که آنها را از پای درآورند، آنها را جلب و بازداشت کنند و به آزار و بند و یا به زندان انداختن آنها همت کنند. زمان تصویه حساب‌های خصوصی فرا رسیده بود. در چند شهر مازندران که طرفداران حزب توده در آنجا فراوان بودند، شوراهای محلی در شهرداری‌ها مستقر شد. در مقام به دست گرفتن اداره، سازمان‌های دولتی برآمدند. وحشت بر جمع کثیری از مردم ایران غلبه کرد. عبدالحسین مفتاح معاون وزارت خارجه در خاطرات سیاسی خودش می نویسد که در شهر قم کسانی توده‌ها یعنی بر دیوار اقامتگاه آیت الله العظما بروجردی شعارهای علیه او نوشتند و تهدیدش می کردند که او را نابود خواهند کرد. بله، بعد هم گفتیم که وحشت در جمع کثیری از مردم ایران غلبه کرد و شکست طرح آژاکس محتوم بود. سرلشکر زاهدی میبایستی راه حل دیگری پیدا کند. در تهران با خطرات بسیار مواجه بود. هیچ واحد نظامی متشکلی در اختیارش نبود. پادگان‌ها و واحدهای نظامی و نیروهای انتظامی در اختیار هواداران نخست وزیر بودند. بسیاری از فرماندهانشان طرفدار علنی مصدق به شمار می‌آمدند و بسیاری دیگر شرط احتیاط را ملحوظ داشته
نمی دانستند یا نمی خواستند جبهه گیری کنند و انتظار می کشیدند. در شهرستان ها نیز وضع تقریبا همین بود. تنها در اصفهان و کرمانشاه فرماندهان نیروهای ارتش از هواداران زاهدی بودند. سرلشکر زاهدی کسانی را برای اصفهان و پسرش اردشیر را نزد فرماندهان آنها فرستاد که در صورت لزوم به یکی از این دو شهر برود، اما او اصفهان را ترجیح می‌داد، هم برای آن که چند سال پیش فرمانده پادگان آنجا بود و شهر و منطقه را خوب می‌شناخت و در آنجا حسن شهرت داشت، هم به خاطر نزدیکی اصفهان به مناطق ایلات بختیاری و قشقایی که از او هواداری می‌کردند، به خصوص که ملکه ثریا یکی از بختیاری‌ها بود، نکته‌ای که می‌توانست سودمند باشد و به کار بیاید. اما سرلشکر ترجیح داد در تهران بماند، امکانات و شبکه‌هایی را که داشت تجهیز کند و به مقابله بپردازد. امکاناتش محدود بود چون بسیاری از هوادارانش شناسایی و جلب و بازداشت شده و بسیاری دیگر خود را مخفی کرده بودند. دو آیت الله پر رفوز تهران، میر سید محمد بهبهانی و سید ابوالقاسم کاشانی که معمولاً رقیب و حتی دشمن تلقی می شدند، در این مقطع از زمان اتفاق نظر پیدا کردند و به طرفداری از سرلشکرزادی برخواستند. روحانیت پایتخت در مجموع با مصدق موافق نبود، پس موافق او به حساب نمی آمدند و این نیروی بزرگی بود علیه او. سرلشکر زاهدی نیست نیروهای خودش را تجهیز می کرد و به سرعت آماده می نمود. مصدق در اقامتگاه خود تحت حفاظت افسران و سربازانی وفادار و مجهز به تانک های سنگین و نیروی آتش قابل منازعه بود. در رأس آنها افسری بود مورد اعتماد کامل او، یعنی سرهنگ ممتاز. بر اساس همه روایات هایی در دست هست، نخست وزیر در رویه‌ای که باید اتخاذ کند دو دل بود. گهگاه دچار بدبینی و نومیدی می شد. همه می دانیم که او حقوقدان بود و در جستجوی راه حلی برای بحران در چارچوب قانون اساسی بود. محمد رضا شاه از ایران خارج شده، مقیم روم بود، اما نه استعفا داده نه به وسیله مجلس ارتش مقام سلطنت خلع شده بود. پس از مشاورات و تأمل بسیار، مصدق تصمیم گرفت که یک شورای نیابت سلطنت تشکیل بدهد. به عبارت دیگر اندیشه تغییر رژیم و برقراری جمهوریت را کنار گذاشت و در چارچوب قانون اساسی مصدق می‌خواست تا حد امکان آن را رعایت کند. می‌بایستی در غیاب شاه مرجع این تصمیم را، یعنی تشکیل شورای نیابت سلطنت را، در حالی که شاه نه خود کناره گرفته نه برکنار شده بود، تصویب و تنفیذ کند. چنان که در روایت دکتر غلام حسین صدیقی آمده است و او تعریف می کند، به وی دستور دادن که سریعا ترتیب مراجعه به آراء عمومی را در این زمینه بدهد. دکتر صدیقی نایب نخست وزیر و وزیر کشور است. به مصدق میگوید که چنین اقدامی حداقل نیاز به تصویب هیئت دولت دارد، اما مصدق پاسخ میدهد که فعلا مجالی برای این کار نیست، بعداً این کار را خواهیم کرد، اما عجله داریم که این کار حتما انجام شود. کشور در حال آشوب و هیجان
مصدق در اقامتگاه خود در جستجوی شخصیتی برای ریاست این شورای نیابت سلطنت، یعنی در حقیقت مقام تشریفاتی نایب السلطنه. نخست به فکر شاهدخت شمس خواهر ارشد شاه افتاد که در گذشته همواره به وی ابراز احترام کرده بود. در میان مردم مخالفی نداشت، از تحریکات سیاسی دور بود. بعضی از پیرامونیان و مصدق به او گفتند که انتخاب یک زن، آن هم کاتولیک، ممکن است در دیدگاه روحانیون ایجاد اشکال کند. از این فکر باید چشم پوشید. بعد از آن نام شاپور غلامرضا برادر ناتنی شاه به میان آمد. گویا مصدق نسبت به انتصاب وی متمایل بود، اما می دانست که شاه غالبا وی را به طرفداری از قاجاریه و حتی علاقه به برگشت آنان به تخت سلطنت متهم می کرده. نمی خواست بار دیگر این اتهام پیش کشیده شود، به خصوص که می دانست سوء ظن شاه نیست تقویت خواهد شد و شاید نخست وزیر مایل بود که با او به توافقی برسد. به هر حال این فکر نیز پس از مشورت با این آن کنار گذاشت. سرانجام قرعه فال به نام آقای علی اکبر ده خدا، یکی از برجسته ترین شخصیت های ادبی تاریخ معاصر ایران و فراماسون فرانسه‌دان، دوستدار فرانسه، وی بانی و تهیه کننده فرهنگ یا در حقیقت دارت المعارف ده خدا می باشد. به هر حال او شخصیتی است برتر از سیاست و مورد احترام همه. ده خدا پیشنهاد و خواهش را پذیرفت. اما دیگر زمان این قبیل گفتگوها و رفت آمدها نبود. در طی ساعات شب 18 و 19 اوت، یعنی 25 و 26 مرداد، نخستین گزارش های رسمی و موجه درباره ابهت تظاهرات توده‌ای ها به دست مصدق رسید و نیز به وی گفته شد که پس از این تظاهرات گروه های کوچکی به خرابکاری و اقدامات انقلابی هم پرداختند. مصدق شخصا عمیقا ضد کمونیست بود و به هیچ وجه نمیخواست امریکایی ها را نگران و ناراحت کند. به ارتش و شهربانی دستور داد که بی ملاحظه به این بی نظمی ها خاتمه بدهند. خوب توجه کنید، حالا حزب توده و اطرافیانش ظاهراً طرفدار مصدق هستند و تظاهرات به نفع مصدق به هر حال راه می اندازند. اما مصدق روی ناچاری دستور داد به ارتش و نظامیان که جلوی آنها را بگیرند، مخالفت کنند، و دستور داد که بی ملاحظه به این بی نظمی ها خاتمه بدهند و در استفاده از گاز اشکاور برای پراکنده کردن آشوبگران صرف جویی به عمل نیاورند. در اینجا خوب توجه کنید، در اینجا و در آخرین ساعات غروب 18 اوت بود، یعنی 26 مرداد، که در حقیقت پایان کار دکتر مصدق آغاز شد. چرا؟ مردم دیدند که ارتش و مامورین شهربانی به کسانی که ظاهراً به طرفداری از مصدق تظاهر می‌کنند حمله ور می‌شوند و آنها را متفرق می‌کنند و صدها تن برای مامورین انتظامی کف می‌زنند و به طرفداری از آنان برخاستند. خب برای نخستین بار در این چند روز جمعیت انبوهی در اطراف میدان سپه، خیابان باب همایون، خیابان ناصر خسرو فریاد جاوید شاه زنده باد زاهدی برمی آورند. جمعیت تظاهر کننده بیشتر فریاد می زدند
زنده باد جمهوری و گهگاه هم زنده باد مصدق سر فریاد برمی آوردن که اینا با هم هرگز خانه‌ای نداشت. قوای انتظامی به آنهایی که فریاد می زدن زنده باد جمهوری حمله می کردن. هرج و مرج غریبی پدیدار شد. کسان بسیاری به طرفداری از قوای انتظامی پرداختند، اما خب تشکیلات منظمی نداشتند. از روی غریزه یا باورهای شخصی یا بیم از سلطه توده‌ای‌ها علیه آنها اقدام میکردن. آغاز ماجرایی را که روز 28 مرداد صورت پذیرفت. باید در این جریان و در این دقایق حساس دقت کرد و دانست که تهران در خاموشی شب فرو رفته. آرامشی موقت در انتظار حوادثی است که هیچ کس نمیتوانست سرانجام آن را بداند. از نخستین ساعات بامداد 28 مرداد مهمترین دل مشغولی مصدق ترتیب مراجعه به آراء عمومی و تشکیل شورای سلطنت بود. به وزیر کشورش دکتر صدیقی تلفن کرد، با او به گفتگو پرداخت، سپس از وی خواست که به دیدارش بیاید. دکتر صدیقی بنابر روایات خودش در رأس ساعت 7 نزد دکتر مصدق گفتگوها درباره تشکیل شورای سلطنتی بود. دکتر مصدق تایید بر تسریع در آن کرد. صدیقی ناگزیر به دفتر خودش وزارت کشور بازگشت. تقریبا به محض ورود به دفترش تلفنش زنگ زد. مصدق بود. دستور داد شخص دیگری به جای سرلشکر شاهنده به ریاست شهربانی کل منصوب شود. دکتر صدیقی میگوید ترتیب آماده سازی حکم انتصاب وی را دادم، اما هنوز حکم سرلشکر شاهنده امضا نشده بود که باز نخست وزیر تغییر عقیده داد. گفت که برای تأمین امنیت پایتخت بهتر است که سرتیب محمد دفتری، یعنی برادرزاده خود دکتر مصدق، رو هم به ریاست شهربانی کل و هم به فرمانداری نظامی پایتخت منصوب کنید و گفت که برای تعیین وی به شغل اخیر تعلیمات لازم را به رئیس ستاد داده است. سرتیب ریاهی سرتیب دفتری را به دفتر خودش فرا خواند، اما او، یعنی سرتیب ریاهی که رئیس ستاده و او را فرا خوانده تا به عنوان ریاست شهربانی انتخابش بکنه، در هنگام ملاقات نمیدانست که دفتری به سرلشکر زاهدی پیوسته و از طرف وی به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شده. در حقیقت وضع سرتیب دفتری جلوه ای از انتقال قدرت عملا از نخست وزیری مصدق به نخست وزیری دیگر سرلشکر زاهدی بود. وی 3 ابلاغ در جیب خودش داشت. ابلاغ ریاست کل شهربانی، 2 ابلاغ ریاست شهربانی از طرف مصدق و از طرف زاهدی، 1 ابلاغ هم ابلاغ فرمانداری نظامی تهران. حالا سالها بعد سرتیب ریاهی با نگاهی پر از انتقاد به این ماجرا اشاره کرده و گفته که گمان می برد که در این دقایق مصدق از وضع برادرزاده خودش آگاه بوده و تنها 1 نگرانی در سر داشت، حفظ امنیت خودش و خانوادهش، و از این تغییرات متناقض وزیر کشور دریافت که اوضاع بسیار مخشوش است و اضافه کرده بود که
ناگزیر بسیار متعجب و متوحش شدم. نمیدانستم چه باید بکنم. واقعیت آن است که هرج و مرج کامل در اطراف مصدق حاکم بود. خود او از آنچه در شهر میگذشت اصلا اطلاعی نداشت. یا اگر به گمان ریاهی اعتماد کنیم لااقل تجاهل میکرد که من خبر ندارم. اما در این هنگام به وزارت کشور گزارش میدهند که دسته های مختلفی از مردم پایتخت از منازل آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی خارج شده و به گروه های دیگری که از کانون افسران و درجه داران بازنشسته و باشگاه های ورزشی پایتخت به راه افتاده بودند پیوستند. خوب توجه کنید. خب این مردم چند وزارتخانه و سازمان دولتی رو محاصره کردند و قصد اشغال آنها رو دارند. دکتر صدیقی که ظاهرا وزیر کشور هست به فرماندار نظامی و شهربانی کل دستور میدهد که مخصوصا مراقب مرکز بیسیم و اداره رادیو باشند، زیرا اگر تظاهر کنندگان به این دو محل رخنه کنند عمل آنها موجب تشنج و اختلال نظم فوری در سراسر کشور خواهد شد. اما مصدق مجددا دکتر صدیقی را با تلفن فراخواند. وزیر کشور به رعایت احتیاط با یک اتومبیل معمولی شهرداری تهران از در پشت وزارت کشور خارج شد. محلات شمال تهران هنوز در امن امان بود. همه خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف اقامتگاه دکتر مصدق تحت نظر و مراقبت واحدهای ارتش وفادار به او، یعنی تحت فرمان سرتیپ ریاهی و سرهنگ ممتاز بودند که مانع رفت آمد وسایل نقلیه می شدند. به این جهت افسران حافظ مؤدبانه از وزیر کشور خواستند که از اتومبیلش پیاده شود و پیاده به منزل مصدق برود. او هم ناگزیر بود که چنین کند و سرانجام به خانه مصدق رسید. در منزل مصدق آخرین گروه و یاران وفادار به وی جمع بودند. حسین فاطمی، مهندس احمد رضوی، دکتر علی شایگان، مهندس احمد زیرکزاده. محسوس بود که دیگر تسلط و نظارتی بر اوضاع ندارند. خب تا ساعت 11 در نقاط مختلف جنوب و مرکز تهران تظاهراتی جریان داشت که شبکه سرلشکر زاهدی ترتیب آن را داده بودند. ارتش و مأموران شهربانی کل کشور سعی می‌کردند که خوب دقت کنید که بدون اعمال خشونت آنها را به تظاهرات آرام دعوت کنند. دستوری که به آنان داده شده بود و با آنها گفته شده بود که از اعمال خشونت به کلی اجتناب نمایند، که میتوان پنداشت این دستور از جانب سرتیپ محمد دفتری که هم رئیس شهربانی است هم فرماندار نظامی داده شده. اندکی قبل از ساعت 12 گزارشی به وزارت امور خارجه رسید که جمعیتی قریب به 10,000 نفر از بازار تهران حرکت کرده عازم شهر هستند. اجازه صادره از طرف آیت الله العظمی تظاهرات پراکنده اما مهم شهر رو تبدیل به یک حرکت عمومی به نفع شاه و سرلشکر زاهدی کرد. و در همین موقع بود که در چند شهر بزرگ دیگر ایران نیز تظاهرات و حرکات بازاریان به سود آنان
تغییر یافت. حالا شبکه های توانایی حزب توده از هر حرکتی اجتناب کردند. آنها میخواستند جناهای مختلف بورژوازی را به حال خود بگذارند تا توان و رمق خود را از دست بدهند. پس از آن وارد میدان شوند و سررشته کارها را به دست بگیرند. حمایت آیت الله العظمی بروجردی از سرلشکر زاهدی در حقیقت ابعاد تظاهرات تهران را تغییر داد و ورق را برگردان. اما تا ساعت 14 یعنی 2 بعد از ظهر اون روز 28 مرداد هنوز فرستنده رادیو تهران در اختیار هواداران دکتر مصدق بود و سرانجام حوادث مبهم کاملا بر آنجا مسلط بود و مردم هرگز نمی دانستند چه باید بکنند. تأملی در چگونگی تحول اوضاع در این چند ساعت ضروری است. آیت الله العظمی بروجردی در سیاست روز مداخله نمی کرد. مردی وطن پرست مراقب منافع کشورش بود. به همین سبب نه تنها مانع نهضت ملی نشد که آن را عملا تشویق تایید می کرد، مگر نه آن بود که جامعه روحانیت را علیه تجزیه طلبان آذربایجان تجهیز و در بازگشت این منطقه به حیطه دولت مرکزی نقش مهمی بازی کرد. در این مقطع از زمان هم نگرانی اصلی بروجردی از تسلط توده‌ای ها بر ایران بود. تظاهرات شدید و زیاد روی های آنان وی را واداشت که به بازاریان تهران و شهرهای دیگر اجازه تظاهر بدهد و ورق را به سود زاهدی و در نهایت امر به سود شاه برگرداند. سرلشکر زاهدی افسر ارشد و بازنشسته بود. خارج از قواره های متعارف سیاسی آقای دکتر عزت الله همایونی می نویسد که سرلشکر زاهدی سیاست مداری است که در سلک درباریان و نزدیکان شاه نبود، از هواداران تا حدی هم از یاران مصدق، زیرا چنان که می دانید در مراحل اولیه نهضت ملی او وزیر کشور بود و به شمار در شمار یاران دکتر مصدق. مخالفت وی با مداخلات انگلیس ها در ایران معروف و خاص و عام بود، ضد انگلیسی بود، در زمینه تحول سیاسی ایران نظرات ویژه‌ای داشت، جاه طلبی خود را پنهان نمی کرد، در این روزها تحول بسیاری از خود نشان می داد، خطر کرد. او نیز می‌خواست که در تاریخ جای خودش را داشته باشد. حالا لوموند روزنامه فرانسوی معروف در آن روز می‌نویسد که بامداد 19 اوت یعنی 28 مرداد دکتر مصدق کاملا بر اوضاع مسلط بود. کودتای نظامی 3 روز قبل شکست خورده. همان روز به هنگام ظهر رژیم او سقوط کرده. تظاهرات جانبداری از شاه که گروهی از جوانان آن را آغاز کرده بودند اندک اندک اوج گرفته، تا اینکه چند واحد نظامی که با شتاب از سوی جنرال زاهدی جمع شده بودند به کمک آنان برسد. به این ترتیب زود حرکت‌های خیابانی تبدیل به انقلاب شد. لوموند می‌نویسد که با تحیر عمومی، نه ارتش به حمایت مصدق برخاست، نه پلیس
انبوه مردم بعد از لحظه تردید جانب اقویا را گرفتند، یعنی طرفداران شاه را. این تغییر یتاور ناشی از آن بود که توده‌ها خود را از بازی بیرون کشیدند. حتی یک تن چپ افراطی برای دفاع از مصدق به خیابان‌ها نیامده بود. سقوط مصدق و دو سال حکومتش قدرت طرفداران توده‌ها را نشان می‌داد. حزب توده از مصدق حمایت می‌کرد. او توفیق می‌یافت. توده حمایت خودش را از او قطع کرد. مصدق سقوط کرد. در حقیقت از مدتی پیش اندیشه ناسیونالیسم که مصدق مدافع آن بود دیگر محتوایی نداشت. تنها سخنان او بر ضد امپریالیسم باقی مانده بود، یعنی همان چیزی که توده‌ها می‌خواستند. در همین روز 19 اوت یعنی 28 مرداد جمعیت انبوه به سوی اقامتگاه مصدق به حرکت درآمد. ابتدا به سوی آن سنگ پرانی کرد. سپس گارد مصدق، گارد محافظ منزل مصدق و تانک های سنگینی که در اطراف آن متمرکز بودند به سوی جمعیت تیراندازی کردند. در این گیرودار چند صد متر دورتر طرفداران سرلشکر زاهدی موفق شدند چند تانک سنگینی دیگر را به نفع او منحرف کنند که به سوی در ورودی منزل مصدق تیراندازی نمودند. زد و خورد آغاز شد و مدتی به طول انجامید. دوستان عزیز من، متاسفانه قصه سر دراز داره. باید باز هم مرا تحمل کنید تا بتوانم هفته دیگر با شما با گفتگو بنشینم. روز روزگارتان خوش تا برنامه بعد.